بله، در نام قدوس عیسی مسیح جلسه دعای امروزمون رو آغاز میکنیم. میریم با هم داشته باشیم دقایقی رو در حضور خدا که با هم دیگه دعا بکنیم و با دعای متحدمون جلال خدا رو بر روی زمین بیاریم، در بین خودمون دیده بشه آنچه که در آسمان الان داره اتفاق میفته. در مزمور 102 کلام خدا میفرماید: ای خداوند دعای مرا بشنو و فریاد من نزد تو برسد. در روز تنگیم روی خود را از من مپوشان، گوش خود را به من فراگیر و روزی که بخوانم مرا به زودی اجابت فرما. هللویا، هللویا. کلام زنده خدا به ما نشون میده که وقتی ما با هم متحد میشیم و دعا میکنیم، هللویا، خدا میشنوه. این اون چیزیست که سرانه مزمور به ما میگه. بیاید با هم دیگه متحد بشیم و مسئلت دل خودمون رو به حضور خدا بیاریم. امروز 15 سپتامبر هستش و عزیزان از دیروز تا حالا پیغامای خودشونو برای ما میفرستن و میخوان که ما براشون دعا بکنیم. دعا میکنیم برای خانم شهلا، میگوین که درود بر برادرم کشیش الناتان عزیز و خواهر عزیزم و درود خداوند فرزندانش که برای خداوند با قوت ایستادن. فیض و برکت بر شما عزیزان. برای خانومی به نام مینو که برای انگشتان دستش مشکل پیش اومده دعا کنید. اول برای ایمانش که خدا باهاش ملاقات کنه، بعد شفای دستش. برکت خدای زنده پسر خدا از آسمان همراه شما باد. آمین آمین آمین. با هم متحد میشیم و برای مینو جان دعا میکنیم که شهلا خواستن. در نام قدوس و پرجلال عیسی مسیح زنده، ای خدایی که الان در بین ما هستی، دعا میکنیم خداوند دعای ما رو بشنوی. ای خداوند، تو گفتی نام ما رو بخوانید برای شما کرده میشه. ای خداوند عزیز، دعا میکنیم برای انگشتان خانم مینو. ای خداوند، بیا و دست مبارک خودتو بر او بگذار، او رو شفا بده ای خداوند و نام خودتو جلال بده و این موضوع باعث بشه خداوند که او به تو ایمان بیاره. ای خداوند، که از همه چیز مهمتره خداوند، نجات پیدا بکنه. دعا میکنم در نام قدوس تو که شفا دهنده هستی، که خواست تو اینه که هر کس روی این زمین نجات پیدا بکنه. برای آقای امید دعا میکنیم. امید جان درخواست دعا دارن. امیدوارم شما پدر عزیز، البته ما در مسیحیت پروتستان به کشیش نمیگیم پدر، میگیم کشیش یا برادر نهایتاً، و پدر فقط لقبی است که برای خدا هستش. پدر عزیز و دیگر همکیشان، برادران و خواهران مسیحی، دعای برای این جانب بکنید، بلکه زودتر بتوانم خانواده‌ام را، همسرم و یگانه دخترم آرنیکا در کنارم باشن و بتوانیم زودتر به کشور آلمان بریم. دوستدار همه شما، به خصوص پدر باقستانی. خیلی ممنون امید جان. با هم متحد میشیم. خواست خدا اینه که خانواده با هم زندگی بکنه، خانواده با هم باشن. این اراده خدا هستش و آن چیزی که باعث شده و مسبب هستش که این عزیزان از هم دور باشن، الان به حضور پدر میاریم. خداوند را تو رو شکر میکنیم که تو دعای امید رو میشنوی. خداوند را ما متحد میشیم با این دوست عزیز و میخوایم که خداوند درها رو براشون باز کنی. خداوند را فیض عطا بکنی. خداوند را که این خانواده هرچه زودتر به هم ملحق بشن. خداوند را بتونن خداوند کنار هم تو را پرستش کنن، تو را دوست داشته باشن. خداوند عزیز تو رو شکر میکنیم. دعای امید را بشنو. ای خداوندا، آقای خشایار با ما تماس گرفتن از به نظرم فیسبوک هستش. میگن لطفاً برای نجات خانوادهمون دعا بکنید که حیات جاودان وارد خانواده ما بشه. هللویا. این اراده خداست. میگوید که ایمان آور که تو و اهل خانه‌ات نجات پیدا خواهد کرد. در نام قدوس عیسی مسیح، خداوند، با خشایار و خشایارها متحد میشیم. ای خداوندا، که گفتی ایمان آور که تو به اهل خانه‌ات نجات پیدا خواهد کرد. دعا میکنیم خداوندا مهر تو، فیض تو بر این وعده تو بریزه. ای خداوندا، این وعده تو در این خانواده انجام بشه. ای خداوندا، ایشان نجات بیابن. ای خداوندا، چقدر زیبا میشه خداوندا خشایار و خانواده دست همو بگیرن، با هم دعا بکنن. ای خداوندا، با هم پرستش کنن. و میدونم این اراده تو هست ای خداوندا، وعده تو انجام بشه. خواهرمون عارفه، دوست عزیز خودمون در واقع فیسبوک، میفرمایند درود بر برادر عزیزم کشیش الناتان
کشیش بزرگوار برای آرامش من دعا بکنید. هللویا. مسیح گفت من آرامش خودم رو برای شما به جا میذارم. در نام پرجلال عیسی مسیح عارف جان و همراه خانوادتون، دخترتون و پسرتون با شما متحد میشیم و آرامش عیسی مسیح رو اعلان میکنیم. آرامشی که برتره، بالاتر از آن چیزی که در این دنیا وجود داره خداوندا. هللویا. تو رو شکر میکنیم برای آرامشت خداوندا. اعلان میکنیم برای خواهرمون. خانم فریبا گفتن برای منم دعا کنید، ممنون میشم. بله خداوند، تو میدونی که خواست فریبا چی هست، در قلبشون چی میگذره، نیازشون چی هست. ای خداوند بیا و بشنو، ای خداوند بیا و درها رو براشون باز کن، آرامش خودتو براش بریز. ای خداوند اراده تو کرده بشه. برادر عزیزم مو هستن که میگن که برادر برای خانه ما در کالیفرنیا شخصا دعا کردی و هنوز احتیاج به دعا هست. مو عزیز حتما برادر گلم با شما و خانواده متحد میشیم، برکت رو برای خانه شما، برای دارایی شما، برای شغل شما اعلام میکنیم. هللویا. چنان که در تثنیه با 28 آمده که وقت آمدن رفتن مبارک خواهی بود، وقت نشستن برخواستن مبارک خواهی بود. اعلام میکنم برکت خدای زنده رو برای شما. هللویا. هللویا. تا نام خداوند جلال بیابه. خواهر عزیزم نیکو جان در فیسبوک نوشتن که سلام برادر عزیز، لطفاً برای برادر من که در کما هستش دعا کنید که خداوند برادرم رو ملاقات کنه. برکت خداوند با شما باد. خیلی ممنون، خیلی خوشحالم که از شما میشتم بعد از مدتی. نیکو جان با شما متحد میشیم خواهر گلم، دعا میکنیم برای برادرتون در نام عیسی مسیح. با تمام مقدسینی که الان دارن با ما دعا میکنن، حیات رو برای این عزیز اعلام میکنیم. حیات مضاعف عیسی مسیح پسر خدا را و اعلام میکنیم که همین الان روح خدای زنده بر او قرار بگیره. خداوندا او را از کما بیرون بکش. خدایی که ایلازر را زنده کردی، خدایی که ایلازرها را زنده میکنی، جلال بر نام قدوس تو باشد. هللویا. 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 شکرت میکنیم ای خداوند. با خانم سعیده متحد میشیم. سعیده جان میگن سلام برادر، برای پرونده پناهجوهای ترکیه و پرونده من دعا کنه که زودتر از شرایط بلا تکلیفی در بیام و برای سلامتی و برکت در زندگی من. بله پناهندگی خیلی سخته، انتظار از او سخت‌تر هستش، اما خدا رو شکر میکنیم که خدای قدوس تمام زمانها در دست او هستش. در نام عیسی مسیح زنده دعا میکنم برای سعیده و برای تمام عزیزان ایرانی که پناهنده هستن، دوستان افغان که در انتظار هستن در ترکیه، در هر جایی که الان منتظرن که تو کاراشون درست بشه. در نام قدوس عیسی مسیح خداوند بیا مداخله کن و نام خودتو جلال بده. خداوند عزیز بیا نام خودتو برافراز. خداوند با مسئولین صحبت کن که هر چه زودتر کارای این عزیزها رو راه بندازن. خداوند که به مقصدشون برسن، به هدفشون برسن، که این است اراده تو در مسیح عیسی. هللویا. عزیزان طوری با هم دعا کنیم که داریم برای خودمون دعا میکنیم. آمین. محسن جان میگن درود بر کشیش اللاتان، محتاج دعا هستم برای دردی که در زانوی چپم از چند وقت پیش دارم. دستتونو بذارید توی روی زانوتون برادر جان، پایی که درد میکنه دستتونو بذارید اونجا. در نام قدوس عیسی مسیح الان به همون اقتداری که عیسی مسیح به ایماندارا داده در مرقس باب 16 که هرگاه برای مریضان دعا بکنید ایشان شفا خواهند یافت، اعلان میکنم برکت عیسی مسیح و شفای او را برای شما اعلام میکنم. هللویا. شفا بیاب در نام عیسی مسیح. اون پاتون رو تکون بدید، بگید ای پای من نام خدا رو جلال بده. هللویا. این پا مال خداونده، باید خداوند جلال پیدا بکنه. آمین آمین آمین. دریافت کنید شفاتون رو. خواهر ما میگن برادر عزیز برای آرامش منم دعا کنید. ممنون از شما برادر گرامی، خیلی ممنون. مرسی حتما اما جان. در نام قدوس مسیح. هللویا. عزیزانی که به آرامش احتیاج دارید دستتون رو قلبتون بذارید، دستتون رو قلبتون بذارید، بگید عیسی مسیح. با من تکرار کنید عیسی مسیح، من طبق وعده تو در یوحنا باب 14 آرامش تو رو دریافت میکنم. ای خداوند آرامش تو رو میپذیرم، تو رو شکر میکنم ای خداوند. هللویا. شکر گذاری کنید و در آرامش خداوند زندگی کنید که این از اراده خدا مخصوصا برای شما اما جان. هللویا.
هللویا. امیر با ما تماس گرفتن از تلگرام. سلام برادر عزیز، ازت میخوام که برای ایمانم دعا کنی و از کارهایی که از خداوند و فرزندان خدا نیست دست بردارم. یادم افتاد این جوان میخوان که اراده خدا رو انجام بدن. چقدر خوبه نه که جوانان ما بخوان که با خدا را برن. بله امیر جان، با شما متحد میشیم. دعا میکنم که از ایمان به ایمان منتقل بشی. وقتی کلام خدا را میخوانی، هللویا، ایمان در شما پدید بشه. وقتی دعا میکنی، ایمان در شما جاری بشه که در نام قدوس عیسی مسیح زنده، هللویا، برای او زندگی بکنید، چون او شایسته است عزیزان. او شایسته است برادر گلم امیر جان. به افتخار میکنم، خیلی ممنون تماس گرفتی. هللویا. رضا جان میگن کشیش ناتان، من رضا هستم، 8 سال دیابت دارم، برام دعا کنید. او خداوند عیسی مسیح زنده. رضا جان دستتون رو بذارید روی قلبتون، ما با شما متحد میشیم. عزیزانی که دارید نگاه میکنید، دستاتون رو به سمت مانیتور کامپیوترتون دراز کنید، با رضا جان متحد میشیم در نام قدوس عیسی مسیح. دیابت به تو فرمان میدم، هللویا، به نام قدرتمند مسیح از بدن رضا خارج شو برای همیشه. به تو دستور میدم و تو رو اخراج میکنم و اعلان میکنم اونی که در رضاست قوی تر از دیابت و تمام بیماریایی که بر این عزیزان وجود داره. هللویا، به زخمای تو ما شفا یافتیم. هللویا. شیرین عزیز با ما تماس گرفتن از تلگرام، خیلی ممنون. سلام برادر عزیز کشیش لاتان و خواهر عزیزم نازنین باقستانی، درخواست دعا داشتم برای کیوان عزیز، شوهر خواهرم، که چند وقتی است گرفتار آگاهی شده و اصلا تکلیفش روشن نیست، نمی‌کنن که ببرنش دادگاه، حدود 3 ماهه که اونجاست و خیلی سخت میشه ازتون. هللویا. بله بله، دعا میکنیم خداوندا، با شیرین جان متحد میشیم ای خداوندا، اعلان میکنیم ای خداوند، اعلان میکنیم خداوندا که تو در اون مکانی که این عزیز وجود داره، هللویا، این عزیز اونجا هستش، تو الان حضور داری خداوندا، بیا و خداوند این عزیز رو لمس کن، بیا شرایطش رو مشخص کن. تو خدای عادلی هستی خداوند عزیز، دعا میکنم عدالت برقرار بشه، نام قدوس تو جلال بیابه خداوندا، نام پر جلال تو برافراشته بشه از خبر خوشی که همین امروز و فردا به این خواهر عزیز شیرین و خانوادهشون میرسه در نام قدوس عیسی مسیح. شبنم جان یک لیست بلندی نوشتند از درخواست دعاهاشون. درود بر شما عزیزان، بهتون افتخار میکنم که به قدرت دعا ایمان دارید. هللویا. ایمان دارید که عیسی مسیح امروز، دیروز، تا ابدالآباد همان هستش و با هم دعا میکنیم، میستیم در شکاف با هم دیگه تا موقعی که نام خداوند جلال پیدا کنه. شبنم جان میگن درود بر شما کشیش باقستانی عزیز، درخواست دعا داشتم، آمین که در اتحاد یک دلی خداوند بهترین ها را مهیا خواهد کرد. هللویا. برای شفا و سلامتی عزیزانم، خواهر شقایق، برادر علی، برادر نوید و برادر هنری، برادر هانری خودمون کشیش هانری، برای دوست عزیزم مریم، همسرشون و بهبود روابطشون، آرامش همسرشون و کنترل خشمشون، برای دختران مجرد و تنهایی که در ترکیه پناهنده هستن، اوه ای خداوند، هللویا، و سختی ها و مشکلاتشون، برای همسرم سینا، ایشون ایماندار نیستن، آمین که خداوند با سینا ملاقات داشته باشه و قلب سینا لمس بشه در نام عیسی مسیح، برای بیکاری و آرامش روح و فکر همسرم، قوت محافظت خداوند با شما عزیزان. هللویا، هللویا، هللویا. شبنم جان دست میذاریم با شما متحد میشیم. هللویا. دست میذاریم، دعا میکنیم برای تک تک افرادی که اس بردید، برای کشیش هانری، برای نوید، برای علی، برای شقایق، برای مریم همسرشون، همسر شما، برای تمام دخترای پناهنده در ترکیه و پناهنده، به نام قدوس عیسی مسیح شفا و آزادی، برکت، بهبودی، قوت، هللویا، دگرگونی و تبدیل رو میطلبیم. خداوند بیا مداخله کن و شرایط این عزیزانی که نام برده شد رو عوض کن خداوند عزیز. هللویا، هللویا، هللویا. جلال بر نام قدوس عیسی مسیح. شرایطشون رو دگرگون کن خداوندا. تغییر بده، چون تو خدای تغییرات هستی. تو خدای تبدیل هستی. هللویا، هللویا، هللویا. شکرت میکنم ای خداوند. برای شراره عزیز با ما تماس گرفتن، دعا میکنیم لطفا برای خواهرم و
و پسر خواهرم و پسرم و من دعا کنید. خداوند به شما برکت فراوان عنایت فرماید. خیلی ممنون. من شرعه هستم. در نام قدوس عیسی مسیح شرعه جان با شما متحد میشیم. جواب دعاتون رو دریافت کنید و شکرگزاری کنید. بگید خداوند متشکر هستم برای خواهرم، برای پسرم، برای خودم. هللویا. در نام قدوس عیسی مسیح زنده، خدای قادر مطلق، دعا میکنم خداوند نیاز عزیزان رو ملاقات کنی، نیازشون رو برآورده کنی، چون تو خدای قادر مطلق هستی. هللویا، هللویا. خواهر عارفه براتون دعا کردیم، نوشته بودید دیروز، اما میگن که سلام برادر عزیزم کشیش باقستانی گرامی، برای ایمان آوردن پسر بزرگم سجاد و همسرش پروانه دعا کنیم. ممنون. فیض خدا با شما باد. هللویا. این خواست خداست که این عزیزان نجات پیدا کنن، که ابدیت رو با ما و با شما در آسمان، در حضور خدا، در حضور فرشتگان، انبیا و مقدسین به سر ببرن، در حضور ابدی و ازلی خدا باشن. در نام قدوس مسیح خداوند سجاد رو زیر صلیب میاریم. دعا میکنیم الان در خواب، در بیداری او را ملاقات کنی، با قلبش صحبت کنی خداوندا، او را نزد خودت بکشی خداوندا. او خداوند، نعا میکنم برای عزیزانی که الان اینجا حضور دارن یا بعدن این فیلمو میبینن و نیاز دارن که اعضای خانوادهشون نجات پیدا بکنه، نجات به فراوانی در میان ما دیده بشه، چون مقدسین با هم متحد شدن. هللویا. خدای زنده، شکرگزاری میکنیم، شکرگزاری میکنیم. هللویا. شکرگزاری میکنیم. از این بعد شکرگزاری کنید برای که اعضای خانوادهشون نجات پیدا کردن. بشارت بدید، باهاشو صحبت کنید، محبتشون بکنید، ولی شکرگزاری کنید. بگید در نام مسیح تو رو شکر میکنم خداوند که پسرم، عروسم، دخترم، هر عزیز دیگه‌ای که هستن براشون دعا بکنید نجات پیدا کردن. مهتاب عزیز از فیسبوک با ما تماس گرفتن، خصوصی البته. سلام مهتاب هستم، دکتر گفته که یک چیز کوچیکی تو سرم هست، چیز مهمی نیست ولی نباید باشه، یعنی باید برداشته بشه، چند ماه دیگه باید MRI از سرم بکنم، لطفاً دعا کنید جواب کاملا نرمال باشه. آمین آمین آمین. و لطفاً دعا کنید هورمون هام نرمال بشه. خیلی خدا به شما برکت بده. هللویا. مرسی مهتاب جان، با هم بارها دعا کردیم ولی الان متحد میشیم با تمام مقدسینی که اینجا حضور دارن. در نام عیسی مسیح اعلان میکنیم خبر خوش رو. دکتر تشخیص داده ولی خدای ما شفا دهنده است. شفا را اعلام میکنیم در نام پرجلال عیسی مسیح. دستتون رو سرتون بذارید، بگید من به زخمای مسیح شفا یافتم. هللویا. شکرت میکنیم خداوندا. هللویا. عیسی مسیح دیروز، امروز، تا ابدالآباد همان هستش. او شفا دهنده است. او هرگز هرگز دعای ما را بی جواب نمیگذاره. او هرگز فراموش نمیکنه فرزندان خودش رو. او آنچه که گفته رو انجام میده عزیزان، یادمون نره. آنچه را که خدا در کلام زندهش گفته حتما انجام میده. هللویا. ما باید ایمان داشته باشیم، دریافت کنیم و باور کنیم. همونطور که ساعتی قبل دیدید در فیسبوک و در جای دیگه گذاشتم که عزیزان ما که در زندان هستن، مثلا عده‌ای که در زندان اوین هستن، همچنان در سختی هستن، همچنان تکلیفشون مشخص نیست. ما وظیفه داریم برای اونا دعا کنیم عزیزان. اینطور نیست که حالا اگر ما از کشور خارج شدیم یا اگر ما در زندان نیستیم به ما مربوط نمیشه. و من به فیض خدا اعلام میکنم سه شنبه دیگه با همدیگه روزه میگیریم، با همدیگه روزه میگیریم برای مقدسینی که در زندان هستن. آه هللویا. خداوند دعا میکنم که همین الان فرشتگان خودتو بفرستی با آن سلول، با آن مکانی که برادرها و خواهرای ما به خاطر ایمانشون الان در زندان هستن، چنان که فرشته خود رو فرستادی بالای سر پتروس، او را بیدار کرد. خداوند فرشته خود رو بفرست و اونها رو تقویت کن، اونها رو بنا کنه. ای خداوند عزیز دعا میکنیم خداوند، ای خداوند دعا میکنم برای مسئولین کشور ایران، ای خداوند کشور عزیز من ایران دعا میکنم خداوند، با قلبش رو صحبت کنی، با آقای روحانی، با مسئول زندان اوین، با تمام کسانی که دارن جفا میرسونن به کلیسای ایران، خداوندا بیدارشون کن، چرا که اونا دارن با مردمک چشم تو بازی میکنن، خداوندا و این
دارن با عروس تو ضربه وارد میکنن. دعا میکنم آزادی رو، دعا میکنم برکت رو، دعا میکنم زنجیرها باز بشه خداوند عزیز. دعا میکنم به خانواده هاشون، والدینشون صبر و تحمل بدی، حکمت بدی خداوند. به تمام سازمان های مربوطه حقوق بشر که بر این عزیزان بیستن اقدام بکنن و ما دعا میکنیم تا نام خدا جلال پیدا بکنه. هللویا هللویا هللویا، در نام قدوس عیسی مسیح، آمین 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 آمین. هللویا. سه شنبه دیگه عزیزان با هم روزه خواهیم گرفت برای مقدسینی که در زندان هستن، برای ایماندارانی که تحت جفا هستن و نام خدا را جلال خواهیم داد. هللویا. چند لحظه شکرگزاری بکنیم، مخصوصا عزیزانی که دعا کردید. بگید خداوند، دریافت میکنم، میپذیرم، شکرت میکنم ای عیسی پسر خدا، تو شفا دهنده هستی، تو رهاننده هستی، آرامش از جانب توست، در نام قدوس تو دریافت میکنم. آمین آمین آمین. هللویا. عزیزان شما رو دوست داریم، برکتتون میدیم. برای من نازنین باعث افتخاره که بتونیم کلیسای او را خدمت کنیم و ایشون الان جای دیگه دارن خدمت میکنن، من اینجا در خدمت شما هستم و ادامه میدیم. فردا جمعه با هم دعا میکنیم. دعاهای ما دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه هستش. درخواستاتون رو روز قبل بفرستید که کار من سخت نشه، که بخوام از این تلفن کامپیوتر تماشا بکنم. و می‌نویسیم، دست می‌ذاریم، دعا می‌کنیم تا وقتی که جواب دعای شما بیاد. و خواهش می‌کنم وقتی جواب دعاتون رو دریافت کردید به ما خبر بدید که ما خدا رو شکرگزاری کنیم. آمین. دعای مرد عادل در عمل قوت بسیار دارد. هر جا که هستید فیض خدا، برکت او با شما باشه. آمین.